سلام دوستان، حالتون چطوره؟ من مشکان صالحی روش هستم، مدرس زبان انگلیسی. امروز میخواییم لسن 2 از یونیت 13 کتاب فاندامنتال بی رو با هم دیگه بخونیم. ما جلسه پیش در مورد ability رو صحبت کردیم، در مورد فعل کمکی can صحبت کردیم که وقتی میخوایم شما در مورد ability هامو یا اون توانایی ها و قابلیت هامو صحبت بکنیم ازش استفاده میکنیم که can بود، مثلا I can draw، I can paint، و منفیش هم که cannot or can't بود، so I can't cook، I can't play the guitar. و دوتا قید will و badly هم بهش اشاره کردیم که یعنی خوب و بد، و گفتیم که will برای مثلا شما میخواین یک کاری رو میتونی انجام بدیم و اون درجه اون خوب بودن اون کار رو بهش کار رو نشون میده. مثلا میگم که I can swim، من میتونم شنا کنم، but I can swim well. نه ببخشید، I can swim but I cannot swim well، یعنی من میتونم شنا کنم ولی اما خیلی خوب نمیتونم مثلا شنا انجام بدم. بنابراین برای اون دگری اون درجه اون ability به کار برده میشه. امروز میخوام لسن 2 رو باهاتون شروع بکنم. اگه در مورد جلسه قبل سوالی مشکلی داشتین حتما برام کامنت بذارید. اگه ویدیوهای ما رو دوست دارین لایک بکنین، ما رو سابسکرایب بکنین، دکمه زنگوله رو هم بزنین. خب اینجا میخوایم در مورد لسن 2 در مورد چیه؟ politely decline an invitation. politely decline an invitation. politely یعنی مؤدبانه. polite یعنی بدون این ال وای صفته، یعنی مؤدب. متضادش میشه impolite. پولایت میشه مؤدب، با ادب. ایمپولایت یعنی بی ادب، و با ال وای وقتی به برخی یعنی به آخر صفت اضافه میشه قید ازش میسازه، البته نه تو همه موارد ولی به طور کلی دارم میگم، قید میسازه یعنی مؤدبانه. دیکلاین یعنی رد کردن. اینویتیشن یعنی دعوت، یعنی یه دعوتی رو مؤدبانه رد کردن. حالا دلایلی رو میاره اینجا که مثلا شما میتونید یک invitation رو یا یک دعوتی رو رد بکنید خیلی مؤدبانه. reasons for not doing something یه دلایلی که شما نمیخواید یک کاری رو انجام بدید. اول به وکبامون گوش بدید. page 106 exercise 1 vocabulary reasons for not doing something read and listen 1 she's busy 2. They're not hungry. 3. She's full. 4. He's tired. 5. It's early. 6. It's late. خب حالا این دلایلی که برای چیزی که شما نمیخواین انجامش بدین، مثلا she's busy یعنی سر شلوغه. They're not hungry یعنی گرسنه‌شون نیست. She is full یعنی سیره. He's tired یعنی خسته است. It's early یعنی زوده. It's late یعنی دیره. حالا بعدی این چیه؟ Tell your partner about a time you were busy, tired or full. میگه به پارتنرتون در مورد مواقعی که شما سرتون شلوغ بوده، خسته بودین یا سیر بودین بگید. مثلا last week I worked late every day. I was so tired. میگه که هفته پیش من تا دیر وقت هر روز کار میکردم، خیلی خسته بودم. و به همین ترتیب شما میتونید جمله بسازید. حالا اینجا to plus adjectives. To makes an adjective stronger. قیده میگه که تو یک ادجکتیو رو قوی تر میکنه، یعنی تشدیدش میکنه، تاکید بر اون صفت میکنه. It usually gives it a negative meaning. یعنی معمولا هم بار منفی داره، یعنی معنی منفی داره. هیچ وقت برای یه جملات مثبت استفادهش نمیکنه چون بار منفی داره. مثلا گفته I'm too busy. بیش از مثلا معنی بیش از حد میده. I'm too busy
بیش از اندازه خستم. I can't talk right now. الان نمیتونم حرف بزنم. پس میدین بار منفی داره. I'm too tired. بیش از اندازه ببخشید. اولیم شد. I'm too busy. یعنی سرم خیلی بیش از اندازه شلوغه. I can't talk right now. یعنی الان نمیتونم حرف بزنم. I'm too tired. بیش از اندازه خستم. Let's not go to the movie. نریم مثلا سینما. It's too late. یعنی خیلی دیره. I should go to bed. باید برم بخوابم. بنابراین استفاده از تو هم صفت و یعنی تأکیدی بر صفت اونو قوی تر میکنه اینجا گفته، یعنی در تأکید داره بهش، تشدیدش میکنه و معنی منفی میده، یعنی بار منفی داره. Don't use to with a positive adjective. میگه با صفت مثبت ازش استفاده نکنید. مثلا نگیش مثلا به جای she's so pretty، او بسیار زیباست، نگید she's too pretty، چون بار منفی داره. حالا اینجا این عباراتو ما باید با تو و یه صفت کامل بکنیم. مثلا اولی اومده گفته که I don't want these shoes. این کفشا رو نمیخوام. They're too expensive. خیلی گرونه. بیش از اندازه گرونه. یا بیش از حد گرونه. حالا شما میتونید ویدیو رو پاس بکنید. اینا رو کامل بکنید با تو و adjective. و بعد با هم چک میکنید. خب دومی. It's too cold today. It's too cold today. یعنی خیلی سرده امروز. She cannot go swimming. اون نمیتونه بره شنا. پس اینجا cold رو به کار ببریم. I am too tired. I am too tired. خیلی خستم. I can't read right now. نمیتونم الان مطالعه بکنم. He doesn't want that shirt. اون پیرهن رو نمیخواد. It's too, مثلا میتونیم بگیم short. It's too tight. Short بگیم یعنی بیش از اندازه. خیلی کوتاهه یا it's too tight. خیلی تنگه. Tight یا میتونیم short بگیم. ما قبلا این صفت ها رو هم قبلا خوندیم در موردش. فکر میکنم یونیت 4 بود. دقیق یادم نیست. I can't talk right now. نمیتونم الان صحبت بکنم. I'm too busy. I'm too busy. سرم شلوغه. خیلی شلوغه. حالا اینجا گفته که آها اینجا شب دیگه دیر وقته. It's too late. It's too late. I don't want to watch a movie. نمیخوام فیلم ببینم. خیلی دیره. خب بریم صفحه بعدمون. Politely decline an invitation. میگه که دعوت رو مؤدبانه رد کردم. لطفاً گوش بدیم به conversation. Page 107. Now you can politely decline an invitation. Exercise 1. Conversation model. Read and listen. Let's go to a movie. I'm really sorry, but I'm too busy. That's too bad. Maybe some other time. میگه که Let's go to a movie. یعنی بریم مثلا سینما. Let's go to a movie. یعنی بریم سینما. Let's که به کار میاری. Let's یعنی let us. Let us. یعنی که یه وقتی که استفاده میکنیم یعنی یک پیشنهادی هستش برای طرف مقابلتون و خودتون. یعنی هم خودتون رو در بر میگیره هم طرف مقابلتون رو. مقابل رو در بر میگیره با اون. شودی که قبلا خوندیم فرق داره. شود فقط برای شماست. مثلا وقتی که میگم I am tired شما میتونی بگی شما میگی که you should take a rest. مثلا استراحت کن. پیشنهادی هستش برای طرف مقابل. ولی let's یعنی let us یه پیشنهادی هم هستش که هم من هستم شاملش میشه هم شما شاملش میشید. بریم سینما. I'm really sorry but I'm too busy. خیلی متاسفم. واقعا متاسفم. اما من خیلی سرم شلوغه. That's too bad. چه بد. Maybe some other time. شاید یه وقت دیگه. حالا شما میتونید تمرین کنید. اینجا دعوت‌های مختلف و پیشنهادهای مختلف رو بدید و طرف مقابلتون دیکلاین بکنه و دلایل مختلف بیاره. I'm too tired. I'm too busy. It's too late خیلی دیره
یا هر چیز دیگه ای. بعد گفته که Don't stop, suggest another activity. یه متوقف نشید. یه اکتیویتی دیگه ای رو پیشنهاد بدید. Accept or decline the invitation. یا قبول بکنید یا ردش بکنید اون دعوت رو. بعد اینجا گفته که مثلا How about مثلا Go for a drive, go bike riding یا go for a walk. بعد شما تو میگین Sounds great, okay. و یا رد کنید یا هم ردش کن یا قبولش کن. اینجا مثلا چند تا اکتیویتی هستش که میتونید ازش استفاده کنید. تو گیم، تو رستوران، تو دی بیچ، تو دی پارک، تو کانسرت و یه کانورسیشن جدید بسازید. این ویدیومون هم تموم شد. اگه ویدیو ما رو دوست داشتین لایک بکنید، برام کامنت بذارید، ما رو سابسکرایب بکنید، دکمه زنگوله رو هم بزنید. براتون آرزوی سلامتی میکنم. تیک کیر، بای بای.